آزمایشگاه بدنش هر چی نداره براش درست میکنه. زوری داره پروتئین که به ما میگن گوشت باید بخوری تا پروتئین دار بشی و عضله دار بشی، بعدم سرطان میگیره البته. و این از همون بیدار بودن سیستم خود درمانی بدنش پروتئین لازم رو میسازه برای بدنش و آنچنان زوری داره که اگه بخواد دستشو یا پاشو روی ماشینی با 5 سرنشین بذاره همه رو میتونه خورد کنه. اینقدر قویه. ما با داشتن این دانش، حالا میتونی بگی اون یکی، ما با داشتن این دانش بیمارا رو به این فکر نبودیم که چی بهش بدیم تا بیماری، مثلا بیماری کلیه یا بیماری سرطان یا بیماری شقاق یا بیماری کلیه اینا رو خوب کنیم. نه، ما کاری کردیم که سیستم خود درمان دنسوروخ بدن بیمار رو بیدار کنیم. وقتی بیدار میکنیم تک تک سلول های کثیف را تمیز میکنه. یعنی اگر بیماری به ما مراجعه کرده باشه برای مثلا شقاق یا برای معده اما فراموش کرده باشه که بگه میگرن هم دارم، وقتی ما سیستم خود درمانی بدن اونو بیدار میکنیم همه مشکلاتش رو برطرف میکنه. یکی یکی ما مثل ساختمانیه که تک تک آجرای پوسیده شده رو در میاریم و یک آجر قوی جوان جاش میذاریم، تمام ساختمان را نوبنیاد میکنیم. و بیماران ما برای یه موضوع میان، همین بیماری که زحمت کشیدن، دختر خانمی که اول حرف زدن و من اصلا حضور ذهن نداشتم کی میاد کی نمیاد، منو خوب توجیه نکرده بودن، اینها از زنجان زحمت کشیدن اومدن، هم پدرشون اینجا من میبینم هم دختر خانم اول حرف زد. ایشون برای ناراحتی، تا اونجایی که من یادم میاد برای ناراحتی دیگری پرسش نامه منو پر کرده بود، برای اینکه از کلیه های فاسدش که 7-8-9 سال میگذشت امیدی نداشت که درست بشه. هفته ای 3 بار دیالیز میشد و پابند بیمارستان بود و نمیتوانست از زنجان دور بشه. فایل سوم بذار، شما یکی یکی فایل رو بزنید. به خاطر اینکه نوبتش از بیمارستان و دیالیز دور نشه. این بود که در پرسشنامه یه جایی هست که نوشتیم سوابق بیماری های دیگه شما چیه؟ که نوشته بود کلیه های فاسدی دارم و دیالیز میشم. من یادم میاد از هلند به زنجان زنگ زدم، گفتم آقای شیرالله تاران هر جا هستی بلند شو خودت نشون بده. اون آقای شیرالله تاران پرسیدم آیا کلیه های فاسد شما تو بدنتون هست؟ گفت نمیدونم. گفتم بپرس، اگر تو بدنتون ها باشه من اونا رو دوباره زنده میکنم. فرداش به من گفت آره فاسد هستم ولی تو بدنمه. گفتم خیلی خوب. و شروع کردم به کنترل غذایی تا سیستم خود درمانی دنسوروخ بدن اونو بیدار کردم. و بعدن بهش گفتم حالا سیستم دنسوروخ بدن شما بیداره و نیازی نیست سر موعد معین بری دیالیز بشی، هر وقت مشکل پیدا کردی برو دیالیز شو. که بعدها نوشت که اصلا من مشکلی پیدا نمی کنم که دیالیز بشم. هم برای اون موردی که برای درمان اومده بود خوب شد، هم کلیه‌هایی که فکر نمی کرد خوب بشه خوب شد. الان 3-4 ساله نمیدونم چقدره با همون کلیه‌هایی که سالیان دراز گفته بودن مرده و شاید هم در می آوردن شاید هم پیوند می زدن، با همون داره زندگی میکنه و همه جا میتونه بره. پشت ماشین نشسته، یه عکسی ازشون دیدم توی اینا، پشت ماشین نشسته میره شهرهای دیگه به فامیلش سر میزنه که قبلا نمیتونست بره به خاطر که باید دیالیز بشه مرتب. مورد دیگری داشتیم که همین آقای حکیم قنبری 13 سال درگیر این بیماری بود،
حالا بهش نگفتن، ولی خب سرطان پوست یا صدف یا هرچی بگن، به هر حال 13 سال همه داروهای مختلف که در این زمینه بود، کرم‌های مختلف که در این زمینه بود مصرف کرد. این حرفایی که ما میزنیم شاهد و مبتکر برگزاری این همایش خودشه. ما کاری کردیم که نه به دارو دیگه نیازی خواهد بود، نه به دستگاه دیالیز که هزارها یورو و هزارها دلار ارز ما را میبره نیازی هست، فقط باید اینه گسترشش داد. ما دانشجو هر چه تربیت کنیم کمه. مردم دنیا همه در خانواده‌هاشون، در همه خانواده‌ها مریض هست. همه نیازمند درمان واقعی و اساسی هستند. درمان‌های دیگه مثل درمان، مثل ساختمان‌هایی هستند که روبنا را درست می‌کنن. ما تک تک آجرها را در میاریم و تمیز می‌کنیم و می‌ذاریم سر جاش. در نتیجه همه نوع بیماری فرد برطرف میشه. بچه هایی که سرطان داشتن که الان دو نفرشون اینجا بودن و چند نفر دیگه هم بودن، بعد که درمان شدن ما از اینا خواستیم که، چون از یه بیمارستانی اینا اومده بودن، گفتیم برید و بقیه بچه هایی که همدوری شما در اون بیمارستان بودن خبر کنید، چون هم اینا شیمی درمانی شده بودن، هم میدونستن بقیه هم شیمی درمانی میشن، تا به قول خودشون سلولهای بد، سلولهای سرطانی رو بکشن. و ما هیچ سلولی رو بد نمیدونیم، همه همون سلولا، الان آقای حکیم هم گفتن، من اسمش گذاشتم سلولهای فداکار، میرن و سمومی که تو سرگردان توی خون هستن اینا جمع میکنن تو خودشون. درسته از کار ارگانیک خودشون دور میشن، ولی یک خطر فوری رو نگه میدارن تو خودشون که نرسه به مغز. اگر برسه به مغز، فرمانده بدن رو از کار میندازه. شما گاهی دیدید بلند میشید هیچ جا رو نمیبینید یا غش میکنید. اینا سمومی خودشون رسوندن به مغز، و اگر کاری نکنید، چاره نکنید، همون موقع یا سکته مغزی میشه یا میمیره آدم. و این سلولای فداکار را اینا میگن سلولای سرطانی، باید بکشیمشون. و فقط اونا را هم که نمیکشن، همه جای بدن رو خط به خطر میندازن. و موهای سر اینا هم که ارتباطی به این موضوع نداره، پیازچه موها رو هم میکشن و موها هم میریزن. و ما همه اینا رو تقویت میکنیم، نه فقط نمیکشیم بلکه تقویت میکنیم و تمیز میکنیم تا برگردن تو ارگان خودشون و کار ارگانیک و واقعی بدن رو انجام بدن. همه این کارها رو، سیستمی رو که کشف کردم در بدنها انجام میده، سیستم رو اسمش گذاشیم دنسوروخ، حالا وارو شده خورسند، اگر خورسند از وار بخونیم میشه دنسوروخ. در آینده همه میبایست از این برنامه پیروی کنن. روش های دیگه روبناییه و احتمال واژگون شدن یا تبدیل شدن به یک بیماری دیگه هم هست. اگر من بیشتر وقت دارم تا یه مبحث دیگه بگم. من خیلی صحبت کردم و میبایست که برای برنامه های دیگه وقت بذاریم. از حوصله شما بسیار سپاسگزارم. ما که بعد از بسیار در شرف درمان که بودیم، از طرفی هم دانشجوی آقای پروفسور خورسند هم بودم، طرحی به ذهن من و خانواده های، یکی دو نفر از خانواده های که فرزندشون، ارزم بزرگ فرزندانشون بیمار سرطانی بودن، به ذهنمون رسید، با همدیگه مطرح کردیم آقای حسین خانی که بتونیم این شیوه غذا درمانی آقای پروفسور خورسند رو بتونیم در ایران به شکلی باشه که راحت تر بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما این با آقای پروفسور خورسند مطرح کردیم این رو،
دیدیم که ایشون گفتن که از آمریکا و از انگلیس دو تا پیشنهاد دارن برای اینکه بتونن برن این طرح رو در امریکا و انگلیس اجرا کنند. خواهش کردیم از ایشون، هم من هم آقای حسین خانی، که حتما این طرح رو از ایران شروعش رو انجام بدیم تا انشالله بعد در آینده در امریکا، در انگلیس، در هر کجای دیگه این طرح بشه یکی از نمایندگی های ایران که افتخار ایران هم بشه این طرح. چون فرصت هم داریم، اگر کسی احیانا سوالی چیزی هم دارن از پروفسور خورسند میتونن سوالشون هم مطرح بکنن. نشستن اینجا که آیه پروفسور تا سوالاتی احیانا دارید بتونن جواب بدن. همونطور که من گفتم مطالب زیادی داریم برای گفت. به ایشون بزرگترین مدال علمی دنیا را داد که با اختراعش جهان را تحت تأثیر قرار داد. با هم صحبت می کردیم، ایشون حالا استاد دانشگاه اروزوناست و گفتن که اختراع شما و کشف شما بالاتر از کار ماست و این رو هر وقت خواستی میای آمریکا و از اینجا به دنیا اعلام می کنیم. همون موقع هم آقایون دانشجویای من دو دوره دانشجو تربیت کردم که چند نفر از دوره اول اینجا هستن، آقای حکیم مال دوره دومه و دوره سوم از خرداد ماه شروع میشه. اینها فعالیت تندتری کردن و از خانواده هایی که فرزندانشون در روش من از سرطان مرگ نجات پیدا کرده بود، اینها دست رو دست هم گذاشتن، یه مرکزی رو درست کردن در ایران، صدها میلیون تومان پول گذاشتن رو هم و این خیلی فداکاریه که بچه‌های فرزندان دیگران را هم در این روش نجات بدن و این خیلی کار قشنگ و تمیزیه که دولت حیف اینا را حمایت نکنه و گسترشش نده. ما را وادار کردن که به آمریکا اول نرو، اول بیا ایران خودمون در اینجا اعلام کن و ما اومدیم ایران. اگر خبرنگارای رسانه ها اینجا باشن و درست منعکس کنن در رادیو، در تلویزیون، چرا باید آمریکا هر چی در اونجا اتفاق بیفته در سرتاسر دنیا هم منعکس پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه رسانه ها قوی ان و رقابتی کار میکنن و همه در رسانه خودشون منعکس میکنن. اینجا باید همون جور باشه، نه اینکه منتظر باشن تا یه چیزی تو جیبشون کنن تا بنویسن، باید از اینجا منعکسش کنن به همه جای دنیا. ما خبر بزرگ آوردیم، خبری آوردیم که دیگه نیازی به داروهای خارجی نیست و درمان کننده واقعی هم تازه اونا نیستن، اونا یه چیزی رو پنهان میکنن بعد سر از یه بیماری دیگه در میاره و ما بی نیاز میکنیم از داروهای ارزبر، از وسایل و دستگاه‌های پزشکی ارزبر و راه آسون و خوب و صحیح را برای درمان آوردیم ایران و اعلام داریم میکنیم. این بود که مختصری از اشارت آقای حکیم رو گفتم. بله، اگر سوالی هست، چون به من گفتن ممکنه بعضی ها سوالی داشته باشن. یه سوالی رو مطرح کردن، یکی ببخشید، یکی از بیمارانی که سالها ناراحتی قلب داره و البته خب بگم یکی که پدر بزرگوار بنده هستن که دستشون رو میبوسم از همینجا که زحمت کشیدن و در این همایش منت گذاشتن سر من، البته تشریف آوردن در این همایش، ناراحتی قلب دارن سالهای سال و دیگه با شیوه های جدید پزشکی، نمیدونم چند سال پیش یه عمل جراحی قلب بازی رو انجام دادن، مجددا بعد از 10 سال دوباره بازی که دیگه از رگاشون گرفتن. الان سوالی که دارن، آیا با این روش درمانی برای این مشکلشون هست یا نه؟ البته اگر کسانی که ناراحتی قلبی دارن هر چقدر شدید باشه، اگر دستکاری نشده باشه، اگر جراحی نشده باشه، اگه چیزی رو توی رگا و موی رگاش نگذاشته باشن و به ما متوسل بشه، خیلی سریعتر خوبش میکنه، چون
مدیریت بدن رو درش بیدار میکنیم، خود اون مثل یک ربات میگرده.